هرچند روز کوروش یک روز رسمی در تقویم ایران نیست، اما برای هزاران نفر از ایرانیانی که دیروز در اطراف آرامگاه نخستین پادشاه هخامنشی گرد هم آمدند، هفتم آبان روز او بود. منابع خبری داخل ایران گزارش یا عکسی از این مراسم منتشر نکردند، ولی شبکه‌های اجتماعی سرشار از عکس و تصویر بود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. اینجا آرامگاه کوروش مشاهده در دل شب و ساعت اولیه صبح، هزاران نفر خود را برای دیدار از آرامگاه کوروش، بنیانگذار سلسله هخامنشی، آماده کردند. خوشحالم که این لامپا رو خاموشش نکردن، این چراغ رو این رو خاموش کرده بودن که دیگه هیچ. بعضی از تورهای مسافرتی به پاسارگاد از چند روز قبل لغو شده بودند تا شاید از تعداد بازدید کنندگان کم شود. اما از ترافیک سنگین در اطراف پاسارگاد روشن بود که آرامگاه کوروش امسال شاهد جمعیت زیادی خواهد بود. حکومت ایران همیشه کوشیده است مراسم و تعلقات مردم به دوران قبل از اسلام را کمرنگ کند. اما برای این کار وجود چند محافظ در اطراف آرامگاه کوروش ظاهرا کفایت نکرد. این تکاپو نشانگر ادامه حرکتی است که هنوز ماهیت و ابعاد آن شفاف نیست. هرچند این حرکت نشانه های ضد حکومتی دارد، اما مسئولان امنیتی ایران به سرکوب‌های خشن متوسل نشدند و گاهی می‌کوشند از حس ملی‌گرایی مردم بهره برداری سیاسی کنند. هرچند این حرکت نشانه‌های دلبستگی به حکومت پهلوی دارد، اما لزوماً جنبش باستانگرایی ایران سلطنت طلب نیست. هرچند این حرکت نشانه‌های عرب ستیزی دارد، اما در مرام خیلی از حامیانش احترام به حقوق اقوام و اقلیت‌ها از جمله عرب‌ها دیده می‌شود. این مراسم هر سال در هفتم آبان و همچنین عید نوروز برپا می‌شود. اما امسال شبکه‌های اجتماعی باعث شدن ابعاد آن گسترش پیدا کند. باستانگرایی در ایران یک وجه بارز ملی‌گرایی دارد و برای بسیاری کوروش نشان صلح‌طلبی و احترام به حقوق بشر است. سیاوش اردلان، بی بی سی. یه تاریخیه که شما نمی‌تونید فراموش کنید. یه تاریخ جهانیه، یه تاریخ من درآوردی نیست که، یه تاریخ ثبت شده جهانیه. وقتی جهان داره به این فرد به این میباله، چطور ما نبالیم؟ ما هم خب پدرمونه، یعنی بزرگمونه، چطور کل جهان بهش احترام بذاره ما نداریم؟ 100% خب ما هم باید بذاریم. ما این شیراز رسیدیم، ما ساعت 8 رسیدیم که بسته بودن، و وقتی که بسته بودن ما رو راه ندادن. ما گفتیم ما میخوایم بریم تو، گفتن نه نمیذاریم. رستوراناش هم بسته بودن، یعنی 4 کیلومتر قبل مقبره پدر بسته بودن و ماشینا رو بودن بغل که تا صبح بشه صبح برن تو. و من گفتم اگه وایسین پلاکتون رو میکنیم. جمعیت خیلی 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 زیاد بود، یعنی جمعیت چی گفتم، یعنی تعداد 3-4 میلیون نفر میشد. یعنی یا آقای من ازش پرسیدم، گفت من 20 ساله میام، هر سال داره خدا رو شکر بیشتر میشه. شعارهایی که میدادن میگفتن ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم و جاوید شاه، و یه شعار دیگه هم بود که میگفتن ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست. یه دستگل آوردن، خیلی بنر آوردن، خیلی مثلا نوشته آوردن که شعارهایی که میدادن و و و و و خیلی زیاد. یکی از افرادی بود که دیروز در مراسم بزرگداشت کوروش شرکت کرده بود.